بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. زیارت معصومین یه آداب مشترکی داره و برای برخی از معصومین یه آداب ویژه‌ای داره، مثل آداب زیارت امام حسین علیه السلام. چند نمونه از آداب مشترک رو عرض می‌کنم. یکی از اینها غسل کردن، با غسل وارد حرم بشه و زیارت امام رو داشته باشه. دوم خوندن زیارتنامه است که برای همه معصومین زیارتنامه معصوره هست. خیلی از افراد گاهی گوش میکنن به کسی که داره زیارتنامه میخونه، اما جزء آداب اینه که زیارتنامه رو بخونه، بعدم کم و زیادش نکنه، همون جوری که وارد شده همون جوری بخونه. بعد در حال زیارت خوندن هم جزء آداب زیارت هست که رو به معصوم باشه، یعنی همه جا میگن رو به قبله عبادت رو انجام بده، اما در زیارت معصومین جزء آدابش این است که پشت به قبله، رو به خود معصوم جزء آداب زیارت هست. از نکته‌هایی که در خوندن زیارت بهتر رعایت بشه و خوبه باشه که طهارت با وضو بودنه، اما اگر کسی وضو نداشت یا فردی ناپاک بود، حالا مردیه که غسل گردنش واجبه یا خانومی که در ایام عذرشه، مشکلی برای زیارت خوندن نداره. اونی که مشکله اینی که توقف کنه در مشهد امام و زیارتگاه امام، اونم اون اطراف زری و الا تو رواقها مشهور علما فرمودن که مانعی نداره. از جمله چیزهایی که در خوندن زیارت جزء ویژگی های زیارت معصومین هست، فرمودن مستحب زیارت معصومین با زیارت جامعه باشه، با زیارت امین الله باشه و این نوع زیارت های خاصی که سفارش خاصی شده. بعدم نماز زیارت، هرچند خود سلام به هر یک از معصومین خودش نوعی زیارت هست، اما برای کیفیت بخشیدن به زیارت مجموعه از آداب هست که به چند نمونهش اشاره کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.